شما خداوند بزرگ و مرد سلام و جهدر بزرم به دوستا تشکر از تشکر شما چرا فهمه داریم که من مسئول دستر شبکی جامعه مدنی به حقوق بشر هم نهادهایی که برای جامعه مدنی به حقوق بشر کار میکنن مسئولیت دارن که به درد خودبانیان رسیدگی کنن و به جنایتی که اتفاق افتاده مخصوصا در گذشته که هیچ یادآوری از اینا نشه و در قربانیان رسیدگی نمیشه باید این مسئولیت رو بپذیرن و ما هم باید دیگر در این رابطه کار کنن. خب دوستان همه اکثرا از نهادهایی هستند که برای حقوق بشر کار میکنن و حتما اطلاعات زیاد در رابطه با پروسه عدالت انتقالی دارن که متاسفانه در بیشتر کشورها بعد از جنگ این پروسه تطبیق شده ولی در افغانستان نشده و ما به خاطر همین شاهد ناامنی های بیشتریم بعد از سقوط طالبا و این که قربانی ها بیشتر وقت خود از اینا دست به انتقام جویی زدن و بیشتر ناامنی ها به خاطر همینه که ما شاهد ترور های زیاده در مثلا در هرات بودیم ممکنه یکی از عوامل رو همینی انتقام گیری های شخصی بوده باشه و تاریخی که ما داریم تاریخ ما مملو از بی‌عدالتی هایی که در گذشته هیچ وقت رسیدگی به جنایت که اتفاق افتاده بوده نشده و امروز مشکلی که در افغانستان وجود داره مخصوصا بین افشار و اقوام مختلف علمی علتی و همینه که در گذشته هر جنایتی که صورت گرفته به او رسیدگی نشده و مردم ما اکثرا پر از عقده از گذشته های هم که این باید رسیدگی بشه مخصوصا علمی پروسه که در نظر گرفته شده که از دوران سده 57 تا سقوط طالبا دفتر خود بنیاد آرمان شهر خوشبختانه یکی از نهادهایی که خیلی خوب در این راستا کار میکنه و کارهایی که تالینا انجام دادن کارهای بسیار ارزشمندی بوده در رابطه با حقوق بشر و تأمین عدالت و آرزوی ما که برای جامعه مدنی به حقوق بشر کار میکنه همه باید همین باشه که در امانگی باید دیگر برای حاکمیت قانون و تطبیق عدالت کار کنیم. من گفت خواستگی ندارم اگر دوستا سوالی در رابطه داشته باشم میشه تشکر سپاس و آرزو میکنم که جمعه شما خبرنگار رو صدر میکنن و آقای حمیدی بندتان شما شد کنید به من رئیس پادران شخصیت آزاد برمان و خبرنگار آزاد برمان بزنم از من دعوت کرد و آنها به جای کنسه بگیر داریم من چرکیشش نمیدنم و در مشکل داشت مریض بود و من مجرد دعوت کردم که بروز در محفل سخن بود برمان پادران میکنم تشکر است که برمان فرصت دادم من یک از مسئله های پیشگیر شیرمان خوانگرد در حوزه خط به حساب ها همیشه با حداقل از دوستان بیپرم که اینو سر مطرح شده روبرو بودم همیشه فکر میکنم و خب بینان اگه شهروند هم در افغانستان داریم هم بسیار اهمیت داشته و دوز کسای بودم تبدیل سعی میکنم بخوام من چی موضوعی دارم و چی فکر میکنم در مورد از اینکه زمان امکان دادخواهی برای واکنیان جنگ های اخیر در افغانستان به وجود بیاد. من بسیار با فرصت کمی که دارم چند تا نقله شخصی خود هم میخواییم مطرح بکنم در این مورد در جلسات گذاشتن یکی دو جلسه محدودی که در ایران در این مورد برگزار شد من این مسئله رو مطرح بکنم در دنیای شخصی من با این سوال شما میکنم که در چنین وضعیتی وضعیت مثل افغانستان در درون چنین نظام سیاسی مطرح کردن مسئله عدالت انتقالی رو تغییر از او معرفی دادگاه بین‌المللی جرم جنگی و جرم علیه بشریت چی معنایی میتونه داشته باشه و چرا چنین اتفاق میفته در افغانستان؟ خب من میتونم بگم که این رویکرد آنچه که از رسانه ها برمیه حداقل من دنبال کردم این رویکرد به مسئله عدالت انتقالی وجود داره. قبل از در مورد عدالت انتقالی گپ بزنم پدیده بسیار تازه نیست. همیشه دادخواهی به عنوان یک سنت انسانی چی در ادیان چی در ایدئولوژی ها همیشه وجود داشته بنابراین در گشوکنان هر ایدولوژی شما میتونید یک بخش به عنوان دادخواهی همیشه جستجو بکنید. تفاوت عدالت انتقالی و ماهیت عدالت انتقالی چی هست کنم؟ تفاوت اساسی هست که این بار در مقیاس بزرگتر در سطح جهان سعی میشه که اکثریت کشورهای جهان منتقل بشن به یک پیمان‌نامه عمومی که در اینجی
مبدع از او بشریت پس انسان هست خالی از مذهب، خالی از ایدئولوژی، خالی از تمام چیزها و در این حال با احترام به تمام چیزهایی که انسان ها دارن یک گروه تلاش کردن که یک قانون به وجود بیارن که دادخواهی در سطح کلان از اومد چرخون برن. چون در این کتاب هم مدبونی شده من یک مرور گفته قبل جلسه رو کردم اما نداری بکنم که نقطه از کتاب میگیرستم و بکنم نیست خوی برند از این است که تا قبل از این مانعی بزرگی سرراه دادرسی های بزرگ برای جرایم جنگی بسیار بزرگ مثلا قضیه مثل حزب نازی در آلمان و در یوگسلاوی در رواندا قبل از این مانعی بزرگ وجود داشت که عبارت از قوانین درون کشورها بود. قوانین درون کشورها به خاطر تعریف های متعدد و مختلفی که از جرم جنگ مثلا تجاوز و همه چیزهای دیگه دارن بعضی وقتا مانع میشن سر راه اجرای عدالت. عدالت که یک مقوله انسانی هست و خیلی ارتباط مستقیم با ایدئولوژی ها و ادیان و اینا هم نداره که ما صرفا با یک تعبیر از اون خلاصه بکنیم، یک مسئله عام هست به خاطر این دادگاه به وجود میاد و مسئله عدالت متوجه مطرح میشه. اما در افغانستان ما با وضعیت خاصی که داریم خیلی خوشبینانه و خیلی زود هم نباید به این مسئله بپردازیم. ما نیاز به تفکر داریم در این مورد به چند دلیل. در افغانستان ما دو نوع مطرح شدن عدالت انتقالی روبرو بودیم همیشه. نوع اول از اون عدالت انتقالی به عنوان یک استراتژی برای فشار آوردن سیاسی بر بعضی جناح ها مطرح شده تا بحال. شما حتما شاید تعداد از شما با اون موافق باشه. من بیاد میارم شاید اولین اظهارات رئیس کمیسیون مستقل و باشد در این مورد شاید اولین کسی باشه که در افغانستان در این مورد صحبت کرد در رسانه ها. خب در اون زمان خاص در حقیقت از این حربه به عنوان یک حربه سیاسی برای فشار آوردن بر مخالفین استفاده شد. بارها این کار صورت گرفته. شما در مقاطع مختلف من این نظر میتونم مستدل باشم بگم که واقعا ما آلگی نگرفتم به این جلسه آمده مگر نه این کار حتما میکردم و یادداشت دارم حتما. چندین بار اتفاق افتاد که در مواقع خاص مسئله عدالت انتقالی مطرح شد در افغانستان. همواره نبود به عنوان پروژه پیوسته ای که روال عادی خود طی بکنه و به جایی برسه که بعدا بشه این مطرح که در سطح جامعه چون چیزی نبوده. حالا تا یک سال گذشته تا جایی که من خبردار در اکسل فعالیت های بیشتر وسیله نهادهای مدنی شروع شده که اول مسئله دادخواهی به عنوان یک فرهنگ به عنوان یک حق مطرح بکنن در مورد صحبت بشه اقشار مختلف مردم آگاه بشن کارشناسا بیان در مورد صحبت بکنن و بعد سر از این صحبت بکنن که چگونه میشه مثلا در افغانستان مطرح کرد آیا افغانستان را تشکیل بکنه که جزء دادگاه بین‌المللی لاغه بشه جزء دادگاه جرایم جنگی بشه آیا این قانون با قوانین داخلی ما چی نسبت داره بحث ها حال شروع شده اون فکر میکنه ولی قبل از هرچی مطرح شد این و رویکرد دوم مسئله عدالت انتقالی به عنوان دادخواهی همچون یک عمل مدنی هست در افغانستان که من بیشتر گفتم شاید از یک سال به این طرف شروع شده. در این بعد بود قضیه خب چیزی است برای بسیار اهمیت داره. ما در جامعه زندگی میکنیم چی بکنیم چی نکنیم یک روند نسبتاً دموکراتیک رو آغاز کردیم از درون سیستم‌های دولتی شروع شده و کم کم سعی میشه که در تمام جامعه پخش بشه و تمام لایه‌های جامعه بنوید با مسئله عمل دموکراتیک عمل مدنی آشنایی پیدا بکنن و به عنوان یک حق حتی مطالبه بکنن از دولت و جزء سرشت روزانه از اونها باشه. خب این جنبه عدالت انتقالی برای ما بسیار تفکر برانگیزه و تعامل برانگیزه. ما باید تعامل بکنیم و فکر بکنیم و بعد از او در این مورد وارد پروسه بشیم و اصل کارفر بکنیم. من مثل بسیار از شما شاید به یقینا باشم متعقید هستم که کار ساده ای نیست در کشور مثل افغانستان مطرح کردن این که ما تعدادی از اشخاصی که تا 30 سال گذشته مفکر به جرایم جنگی شدن اینا به دادگاه میکشن چون شما خبر داریم شاید ما نمیفهمیم مرکز اقدام نمیکنم درست هم نیست خیلی از کمیسی چیزی مشخص نیست تعداد زیادی از این افراد نه تنها از افراد زورمند و با قدرتمند در افغانستان هستن شاید از مقامات دولتی باشن. چطور میشه در چنین شرایطی مسائل مطرح کرد؟ و اما بحث اون دیگه است که استراتژی طرح و اجرای عدالت انتقالی در افغانستان چی رقم حرکت کرده تا بالا؟ آقای امینی یک مقدار گفت تا جایی که ما خبر داریم آنچنان کار اساسی صورت نگرفته. یکی دو تا نهاد به صورت محدود یک دفتر نمایندگی دارن این قربان یک عدالت انتقالی در تمام جهان دنبال میکنن یک دفتر نمایندگی در کابل داره یک جلسه در اونی دفتر جامعه مدنی یعنی چی برگزار شد آقای آذریان فکر میکنم آمده بود صحبت های مقدماتی کرد و در کابل هم در همین سطح مطرح شده. چیزی که توقع بر اینه که با این پراکندگی نباید چنین مقوله مهمی مطرح بشه در افغانستان با
و نیاز به پیگیری داریم و نیاز به طرح درست به مسئله داریم. اما یک سر مشکلاتی هم پیشا پیش مثل آدم متصور باشه که سر راه مطرح شدن مسئله عدالت انتقالی از یک طرف و مطرح شدن دادگاه جرایم وجود داره. بزرگترین چالش تفاوتی که بین قوانین کشورها و آنچه که به عنوان قانون جمعی عمومی در دادگاه الهی و دادگاه جرایم جنگی مطرح میشه. احتمال زیاد داره در من هنوز اساسنامه به صورت کامل نخوندم، خب هنوز شاید متن فارسی از داد شاید بگیرده داشته باشه در افغانستان، بخشهایی از این در داخل یک کتابی که برای شما منتظر میکنم هم هست، ولی خب قابل پیشبینی هست که احتمالا بخشهای عمده این اساسنامه شاید تفاوت داشته باشه با آنچه که قوانین کشورها هست. مثلا برای شما میگم تعریف یک سری پیچیدگی‌های در تعریف‌ها وجود داره. مثلا جنایت چیست؟ احتمال زیاد شما می لازم که بخواییم قوانین کشورها با هم مقایسه بکنیم در بود از که جنایت چیست؟ تفاوت‌های زیاد می‌بینیم. بسیار از اعمال در بعض از کشورها جنایت شمرده میشه که در بعض از کشورها احتمالا جنایت شمرده نشه در قوانین اساسی از من. این پیچیدگی تعریف بعضی از مقولات و مسائل اینا یکی از چالش‌های بزرگ سر راه پیاده شدن مفاد مسئله عدالت انتقالی و همچنین تشکیل دادگاه‌های جنایی. مسئله دیگه یک سوال اساسی ما با اون روبرو هستیم، فراموش نکنیم با همه اینا که ما شاید اکثر مخصوصا جناح‌های نزدیک به دولت کسایی که معتقدن که بیشتر آقای امنیه میاد کرد که در افغانستان صلح مهمتر از عدالت در حاضر، شاید با من همین رو منظر بسه، فراموش نکنیم که بعض وقتا مسئله عدالت انتقالی میتونه یک راهبرد باشه برای تامین صلح. خانم خیرالدین هم یادآوری کردن که در این کشور اگر مثلا چند سال قبل یک ایده که بینهایت مدارک مستدل در مورد از اینا در مورد جنایت جنگی وجود داشت اگر با محاکمه کشان نمیشدن شاید این وضعیت به وجود نمیامد در افغانستان، ما در حال حاضر وضعیت بهتر داشتیم. سوال اصلی این آیا عدالت انتقالی میتونه به عنوان یک راهبرد برای تامین صلح در افغانستان مطرح بشه؟ و فکر میکنم باید سوال نشنیدن عبور هستیم و برای ما مهم نکردیم باید فکر میکنیم. اگر از من سوال باشم فکر میکنم بله بخشهای از مفهوم عدالت انتقالی در حال حاضر در حالی که ما بیشتر ترجیح میدیم به صلح بیاندیشیم و مسئله تامین امنیت بیاندیشیم در حال حاضر هم برای تامین صلح هم میتونیم به این مسئله فکر بکنیم. اما چگونگی اولی کردن این مقوله چیزی است که باز یک چالش بزرگیه که ما فکر میکنم در نظام سیاسی فعلی افغانستان چنین توانی وجود نداره. یک توان تخصصی بالایی به کار داره، مشروعیت کافی نظام به کار داره و از طرف دیگر امکانات کافی برای اجرای چنین برنامه وجود داره. متاسفانه دولت فعلی افغانستان فکر میکنم هنوز این توانایی ها نداره. فرازو مصطفی در حوزه و نظر من نظر شخصی من هم ما میتونیم به عنوان یک مقوله در مورد از فکر بکنیم، شروع بکنیم به گفتگو در این مورد و اکثر انجامات خود ما باید خلق بکنیم. در کشورهای دیگه هم چنین بوده، از فرانسه هم مورده. در فرانسه وقتی مسئله مطرح میشه سعی میشه با جستجو میشه که چی نسبتی مسئله با قوانین از کشور داره، مسئله دادخواهی در قوانین از کشور چگونه مطرح شده و چی رو همه شما باید نزدیکه. در این کشور همون نیاز داریم مرابط تی بکنه پس از او و فکر می کنم که هیچ امکان برای عمل واقعی در این حوزه در افغانستان وجود داشته باشه. ما باید این مرابط تی بکنیم ببینیم که چی نسبتی مسئله با قوانین ما دارد و بعد از اون چقدر امکان عملی شدن یک برنامه وجود داره، چقدر دولت قوی شده که میتونه یک برنامه پیگیری بکنه به عنوان کسی که خب امضا میکنه بدن این اعلامیه و یا این اساسنامه. خب به این هم مجموعی چیز هست که ما باید من در مورد عدالت انتقالی و دادگاه جرایم باید رو بوده هستیم. اگر بعدا ما صحبت رو بخوشم بیشتر دوستان صحبت بکنم در جریان چیز که با هم وارد دیگه